هیچ خبری نیست، هیچ کسی هیچ اقدامی نمی کنه. ما تلاش کردیم با کنرها، با منطقه نورستان تماس بگیریم و یکی از معتمدین اونجا رو باهاش مصاحبه بکنیم تا ببینیم که در نورستان چه خبر هست. همچنین با بلخاب تماس خواهیم داشت، اتفاقاتی که داره در این شهرستان استان سرپور میفته اتفاقات تعیین کننده ای هست و در کنار اون اخبار روز رو تقدیمتون خواهیم کرد. من ابتدا چند تا خبر رو خدمتتون میخونم، سپس تلاش میکنم که با نورستان تماس بگیرم و بعد از اون با سنگرهای مقاومت در پنجشیر و انشالله ادامه برم. عذرخواهی میکنم اینکه لایف ها کم هستن، ما هفته معمولا دو تا حد اکثر سه تا لایف میریم. مشکلاتی هست توی خونه، مشکلاتی هست، گاهی کودک مریض میشه، گاهی مشکلات معیشتی هست، گاهی مشکلات نیرو هست، گاهی حالات روحی خود آدم هست، از اینکه مسائلی که در کشور خودش میگذره و دردی که بی درمانه و اونم بیشتر آدم آزار. در هر حال قبل از اینکه شروع کنم ازتون خواهش میکنم اگر میتونید همزمان ما را از یوتیوب و اینستاگرام تو امان ببینید، ترجیحاً در یوتیوب ما رو ببینید. یه محبت دیگه ای که در حق ما میکنید لایو رو شیر بکنید، برای شنیده شدن این صدا و دیده شدن این خبرها و گفتارهایی که هیچ رسانه اونها رو منعکس نمی کنه در این شب و روزها، فقط شما رو داریم. لذا خواهش میکنم که لایو رو شیر کنید و بقیه رو دعوت کنید که وارد بشن و در این گفتگو و این لایو ما رو همراهی کن. خب من یه تعداد خبر رو براتون میخونم، بعد ادامه لایو رو در خدمتتون خواهم بود. قرار بود نماینده سازمان ملل به اندلابها و به پنجشیر بره که طالبان مانع شدن و او آقای ریچارد بنت که گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان هست، بعد از این من گزارش کرد که خبرها در مورد نقض حقوق بشر در پنجشیر و سایر استانهای شمالی خیلی شدید هست و خواهش کرد که جدی گرفته بشه. بحث بیماری آبله میمون هست که دو نمونه او در افغانستان دیده شده در استان نیمروز، هم مرز با استان سیستان بلوچستان ما، روبروی شهر زابل. خواهش میکنم، باز تاکید میکنم، در لایو دیگری همینو گفتم، مسئولین بهداشتی و پزشکی مملکت به ویژه در شهر زابل و مرزهای شرقی ما دقت بکنن که این بیماری تا جایی که میشه برای ورودش به ایران پیشگیری بکنن. نظر به این که خب بسیاری از این پناهندگانی که وارد ایران میشن از افغانستان غیرقانونی میان و کنترل پزشکی نمیشن، این موضوع موضوع مهمیه. بحث فارسی ستیزی طالبا ادامه داره، فقط هم فارسی نیست، همه زبانهای غیر پشتو و اهم از ازبکی و بلوچی و اینها رو دارن حذف میکنن از استان نیمروز. امروز خبر گرفتیم که تابلوهای بعضی از ادارات رو از جمله دادگاه استان نیمروز رو که قبلا فارسی و بلوچی بود اونو عوض کردن و فقط پشتو گذاشتن. این بحث قبیله‌ای بودن طالبان رو خود ما مدت‌های پیش میگفتیم، اشاره میکردیم. خیلی از دوستان تصور میکردن اینها بحثشون بحث مذهبیه، بحث افراطی‌گری مذهبیه، مثلا
از این پنجره به ماجرا نگاه میکردن. اما حالا متوجه شدن که نه، اینطوری نیست. حتی یکی از مولوی های اونها بود که خیلی آدم مدعی، بسیار آدم افراطی، همون آدمی که گفته بود اگر توی عید نوروز تبریک بگید کافر هستید و خب مرتد هستید و لباس نو اگر بپوشید 50 سال عبادتتون برباد میره، این یه مولوی ناراحتی هست که او باعث شد که هرات به دست طالبان سقوط بکنه به نام مولوی انصاری. جالب هم هست در مسجد جامع گازورگاه، یعنی چسبیده به مزار شیخ هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری در همونجا نماز جمعه ها و نماز جماعاتش رو برگزار میکنه. ایشان خیلی از طالبان حمایت میکرد و امیدم داشت که سمتی کاری بهش بدن که ندادن. حالا خب اون شب یادتون هست توی از لایوهای ما یه خانم دکتری از هرات اومد و گفت که ما به ادارات که توی هرات مراجعه میکنیم اگر زبان پشتو بلد نباشیم مثلا جواب ما رو نمیدن. ما باید یکی از همسایه دوست کسی که پشتو بلده با خودمون به عنوان مترجم ببریم تو کشور خودمون و توی شهر که همه فارس زبانن تا جواب ما رو بدن. این آقای مولوی که بعضی از دوستان ما میخواستن جای شهر بهشتی قالبش کنن، رفته بودن اونجا دو تا حرف زده بودن و فکر کرده بودن این دیگه، ای خدای من، از این فهم ناقص این آقایان درباره این جماعت. به هر حال بله، عرض کردم هم کسی بود که میگفت عید نوروز اگه تبریک بگین کافر هستین. حالا خودش به تنگ اومده و فهمیده که بابا دعوای طالب دعوای قبیله است. ملاحظه بفرمایید که چی میگه جناب آقای مولوی انصاری از هرات و گوش مسئولین بزرگان امارت اسلامی را میگویم که در مناطق فارسی زبان شما مسئولین پشتون تعیین نکنید، در مناطقی که پشتو زبان شما فارسی زبان تعیین نکنید. امروز ما به این مشکل برادر میایم میگه ما به فلان اداره مراجعه کردم، طرف نمیفهمه بالاخره زبان مرا، این به خود لازم دیدم، ضروری دیدم، گرچه کتبا اینها را هم با بزرگان فرستادیم به این که باید به این قضیه توجه بشه. وای قضایی کشور و محاکم کشور باید توجه صورت بگیره، باید توجه صورت بگیره. قضا یک نظامه یا دستگاه نظام، دستگاه قضایی یا حکومت را زنده میکنه و یا حکومت را از بین میبره. ولی امروز در دستگاه های قضایی ما امروز مردم خیلی مشکلات داره، خیلی مشکلات داره. دستگاه قضایی، قاضی که به زبان مردم نفهمه، قاضی که به قضا نفهمه. ما در بین قصات خود حالا همه رو نمیگیم، قاضی داریم که اون نمیفهمه قضا یعنی چی، بر علاوه که قضا نمیفهمه، بر علاوه که زبان طرف نمیفهمه. خب این ملت چه کار باید بکنه که ما در کشوری زندگی میکنیم که این کشور متشکل از تمام اقوام است، از تمام اقوام. افغانستان از تمام ملت افغانستان هست. بر نمیگرده که ما این اختصاص بدیم به یک قومی، به یک نژادی، به یک منطقه، به یک بالاخره. جنگ با حکومت داری فرق میکنه. داخل کوها، در دشت، در بیابان، ولی در داخل نظام صبر، حوصله، بردباری، تخصص. بله، ایشان هم مولوی بود که مرگ بر دموکراسی میگفت توی منبرش و حالا تازه فهمیده که اجازه نمیدن که به زبان مادری خودش حتی در دادگاه شکایت بکنه. قاضی اصلا زبان شاکی رو نمیفهمه و نمیخواد بفهمه. و تازه این حضرات فهمیدن که دعوای طالبان دعوای قبیله‌ای هست، دعواشون حزب فارس زبانان هست. اون مولوی های فارسی زبانی که از سر بلاهت و نادانی با اینها همراهی کردن، باعث شدن که ارتش افغانستان مزمحل بشه، شهرها یکی یکی بدون هیچ اتفاقی تقدیم طالبان بشه توسط همینها، و حالا تازه میفهمند که چه بلایی بر سر مردم خودشون آورده. وای به حال این خیانتکارا و اینها چه رنجی خواهند کشید. بله، کم نداریم از این
مولوی ها و از این حضرات. بگذاریم، خبر شهادت یکی از فرمانده های جبهه مقاومت ملی رو داشتیم که با یکی از محافظاش در نبرد بین طالبان در روستای پنج شیری ها در شهرستان نهرین در استان بغلان، ایشان به شهادت رسیدن به نام فرمانده عبدالعزیز، کماندان عبدالعزیز. از استان تخار خبر داریم که طالبان در روستای فرنگرد در شهرستان فرخار این استان یک چوپان رو به نام محمد ایوب گجر که سالها برای مردم اون روستا چوپانی میکرده و تیرباران کردن. تیم فوتبال افغانستان یک دیدار داشت با تیم ویتنام، دیروز بود یا امروز بود، که 2-0، یک دیدار دوستانه بود در شهر هوشیمین در ویتنام، 2-0 این بازی رو باخت. طالبان دانشگاه دانشکده تکنیکی و مسلکی دولتی رو در استان تخار که بیشتر از 200 قریب 250 تا دانشجو پسر و دختر اونجا درس میخوندن، اونجا رو تعطیل کردن و این دانشکده رو تبدیل کردن به مدرسه جهادی. یک خبری منتشر شده بود که یکی از اساتید دانشگاه کابل نقل کرده بود با آقای استانکسای ملاقات کردن درباره مسائل امروز افغانستان صحبت کردن با اون 47 تا فقط گریه میکرد. استانکسای از بزرگان طالبان هست، خبر دارید دیگه، واقعا هم جای گریه داره بلایی که امروز سر افغانستان اینا آوردن و متاسفانه اخبارش منتشر نمیشه. اوه، کسی که چیزی به فهمه جز گریه و شماتت و پشیمانی و ندامت چیزی براش باقی نمیمونه. یکی از افسران پیشین وزارت دفاع ملی به نام مجتبی فروغ، طالبا اینو از در منزلش گرفتن و بردن و ناپدید شده طبق معمول. نزدیکانش خبر دادن که به گفته افغانستانی ها زنده و مردش گم هست. این اتفاقات برای کسی به نام آقای منیر حسن در روستای ملسمه در بازارک که اون مرکز استان پنجشیر هست، این بیچاره یه مقدار گوسفند توی کوه داشته، از اون مسئول پلیس منطقه خودش نامه گرفته که بره به چوپان خودش به این گوسفندا سر بزنه، محض اطمینان اومده به مرکز استان از اونام برگه بگیره. اونا هم گرفتن و شکنجهش کردن. تصاویر بسیار تکانده از جسد این آدم، فیلمش منتشر شده، مثل زغال میمونه از بس که اینو زدن و زیر کتک مرده در حالی که رفته بوده یه برگه اداری بگیره. من از هر 10 تا خبر اینجوری که هست یکیشو براتون میخونم و رد میشم. شکنجه و کشتار مردم غیر نظامی در پنجشیر این روزها خیلی شدت پیدا کرده. 130 نفر رو یک جا دستگیر کردن که اصلا معلوم نیست اینها یه جوری اینا رو دارن گروگان میگیرن، اینا رو در خاطر اینکه کشته میدن در نبرد با بچه های مقاومت به اون دلیل اینها رو میگیرن، دسته دسته مردم رو دستگیر میکنن و خدا میدونه به کجا میبرن. این فیلم رو ببینید. طالبان زنده باد. لا لا،
130 نفر رو دستگیر کردید، این تمام نمیشون توی همچین خودرویی چقدر مثلا میتونه جا بگیره؟ یه 10 دقیقه هم تا آدم پیاده میشه تمام نمیشه. 130 نفر آدم اینجا جا جمع کرده، از چوپان و دکاندار و معلم و کشاورز رو دستگیر کردن و ناپدیدن. هیچ که نمیدونه کجا اینها رو بردن. این الفاظ پشتویی که اینجا گفته میشد، یکیشون همینطور که اینا دارن پیاده میشن میگه اینا بیشرف هن. و همینطور که پایین میشن یکیشون هم یه فخش بسیار ناموسی داد که اصلا خجالت میکشن بگم از طالبا به این مردم بدبخت، و هی میگه اینا رو گرفتیم و مدارکشون رو پاره کردیم و 110 نفر هستن، خیلی خوشحالیم که گرفتیمشون. از این خیلی اوضاع بده، من نمیدونم مردم چجوری واقعا دارن تحمل میکنن دیگه. باید چه اتفاقی بیفته که اینها بفهمن آقا شما به قول اون پیرمردی بود توی یکی از این فیلمایی که وایرال شده بود میگفت ما بمانیم من میکشن ما رو، جنگم بکنیم ما رو میکشن، لاغل آبرومندانه میمیرین اینطوری. از استان بغلان خبر رسیده که توی یک کمین بچه های مقاومت 3 تا از طالبان رو اسیر کردن. گفته شده حدود 30,000 جنگجو در استانهای پنجشیر و بغلان جابجا شدن تا حملات تابستانیشون رو علیه نیروهای مقاومت شروع بکنن. یک نیروی دیگر ارتش به نام نصرالدین، اینو هم دیشب نیمه شب دستگیرش کردن. نزدیکانش گفتن که ناپدیده و معلوم نیست که چه اتفاقی براش افتاده. خب بگذاریم. شما از نورستان خبر دارید؟ نورستان یک استانی هست که شاید زیباترین استان افغانستان باشه، جنگل‌های بسیار زیادی داره و یک ویدیو وایرال شده بود که چون این رودخانه که از نورستان میاد میره از یک جایی وارد پاکستان میشه و اینها تو مناطق بالا پاکستانی ها درخت ها رو میزدن، اینها رو به صورت کنده های بزرگ چوب در میابردن مینداختن داخل رودخانه. اون طرف مرز که نزدیک خط مرزی کارخانه های نجاری و بزرگ الوار هست، این چوب ها رو میگرفتن و تبدیل به محصولات چوبی میگردن. حالا گفته شده که 2 هفته است تقریبا در نورستان به شدت آتش سوزی جریان داره و هیچ کس هم هیچ تلاشی نمی کنه، صاحب نداره دیگه، مملکت که سعی کنه خاموش بکنه اینو کاری بکنه. خیلی ویدئوهای تکان دهنده ای از اونجا میرسید. من سعی کردم با یکی از معتمدین اونجا، با یکی از ریش‌سفیدهای اونجا، جناب آقای مهندس الماس، انجینیر الماس به قول خود دوستان، صحبت بکنم، تلاش میکنم بگیرم منطقه بسیار پرتی هستن. اگه نقشه افغانستان رو داشته باشید نزدیک مرز پاکستان هستن اینها. من تماس میگیرم، خدا کنه که جواب بدن و بتونیم باشون صحبت بکنیم و خبرهای تازه ازشون بگیریم.
اولین بار هست که ما در خدمت آقای انجینیر الماس هستیم از نورستان. امیدوارم که جواب تلفن بدن و ما بتونیم باشون صحبت بکنیم. السلام علیکم انجینیر صاحب الماس، چی حال داریم؟ علیکم السلام و رحمت الله. بسیار خوش آمدید به لایو ما انجینیر صاحب. خیلی خبر میرسه نورستان که جنگل ها در اونجا بسیار وضعیت بدی دارن، آتش سوزی شده، چندین روز هست که این آتش سوزی ادامه داره، جنگل ها دچار حریق شدن و هیچ کس به فکر خاموش کردن اونها نیست. شما میتونین توضیح بدین با توجه به اینکه خودتون در منطقه هستین که چه گپ هست در اونجا، چه اتفاقی داره میفته، این جنگل ها چرا آتش گرفته، امیدی هست خاموش بشه، به توضیح میدیم برای ما انجینیر صاحب؟ تشکر، زنده و سلامت باشی. در استدا درود میفرستیم به همه شهدا ایران آزادی که جان خود به خاطر دین وطن و ملت فدا کردند. اینکه در ولایت نورستان در مربوطات ولسوالی نورگرام در ساحات کوهی جنگل بلود ورچه و غیره آتش گرفته، آتش شعلاور شده، این یک توطئه سیاسی است. در این منطقه همه طالبان قرار دارد، منطقه آتش گرفته است، این منطقه مکمل در کوشش جنگل است و در این ساحات معدنها وجود دارد. به غرض استخراج معدنها طالبان می خواهند که به بهانه خاموشی آتش شعلاور شده از انجینران مسلکی و معدنشناسان چینیان استفاده نمایند. به این هدف طالبان اکنون از چینیان کمک خواسته. آن شاهد امکان دارد که به بهانه امیر خاموشی و آتش چینیان وارد منطقه نموده و در این ساحه پایگاه نظامی و دفاعی تاسیس نمایند. شما نظرتون اینه که اونها عمدن خودشون جنگل رو آتش زدن تا بتونن بخشی از نیروهای خارجی از جمله چینی ها رو به منطقه ببرن به بهانه خاموش کردن آتش، به خاطری که اونجا معادن مهمی هست که اون معدن ها رو استخراج بکنن، درسته؟ بله بله امید و دقیق. انجینیر صاحب در مورد فعالیت های مقاومت در منطقه مشرقی و کنال ها و نورستان میتونین به ما بگین؟ بسیار تصور میکنن که در اون منطقه هیچ نوع مقاومتی نیست، بچه های جبهه مقاومت ملی کاری نمیکنن، اونجا بچه های مقاومت فعالن، اطلاعی دارین شما؟ بله دقیقا جابران زیب عزیز، بچه های مقاومت در همه مشرقی بالا است با هدایت عامر صاحب احمد مسعود منتظر هستند و بعض جاها چریک ها می زنن و حمله کردن، ولی متاسفانه اینجا صدای مردم همه میدیا خاموش هستند و صدای مردم ملن نمیشه، چیز کار که میشه و پس خاموش میشه. در مشرقی در چهار ولایت مقاومت فعال هستند و منتظر صدای عامر صاحب احمد مسعود هستند. انجینیر صاحب خیلی ها صحبت میکنن بر این موضوع، اصرار میکنن که مقاومت فقط در بین تاجیک ها هست و اصلا برادران پشتون به مقاومت نپیوستن، و با این توضیحی که شما میدید تمام این مناطق که برادران پشهی هستن و برادران پشتون هستن و اونجا مقاومت فعال بین برادران پشتون، درسته؟ دوران جهاد و مقاومت امرای عامر صاحب مسعود نه در حال تاجیکا بودن، امرای عامر صاحب مسعود از قومهای ازاره، از قومهای ازبیک، از قومهای پشهی، از قومهای پشتون، همه اقوام در کنار و پهلوی عامر صاحب بودن و هنوز هم هستن در کنار عامر صاحب احمد مسعود.
همونها حالا در کنار فرزند عامر صاحب شهید در کنار احمد مسعود هستند. صحیح است؟ درست است. بله دقیق. من به عنوان آخرین سال انجینیر صاحب اگر کمین گپ شما رو کلانای امارت بشنون با اونا چه گفتنی هستی؟ با کلانای امارت اسلامی هدایت توصیه ما این است که بیاید یک حکومت فراگیر و یک حکومت همشمول جور بکند که همه اقوام و همه ملیت ها روی خود ببینند. هنوز کدام اینا که میگه این حکومت فراگیر است و همه شمول است، این درست نیست. یک حکومت گروهی است و یک حکومت یک حزبی هستند، در این کدام اقوام دیگه نیستند. اگر پشتون است، اگر در تاجیک است، اگر هزارا است، اگر دیگه قوم هستند، همیشه یک فعلا که در گروه طالبان هستند، همی یک گروه هستند. ما توصیه ما این است که بیاین مذاکره بکنن و انتخابات بکنن، یک حکومت فراگیر به شکل بیاید که همه اقوام روی خود ببینن. خیلی ممنونم. اگر کدام گفتنی هست، کدام گفتنی باقی مونده بفرمایید، اگر نه که من خداحافظی میکنم. تشکر. زنده و سلامت باشید جعفریان صاحب عزیز. در اون سر دنیا در مرز پاکستان و افغانستان مراقب خودتون باشین. به امان خدا. تشکر. سلام علیکم. سلام علیکم. خب شنیدید دوستان من، برای گرفتن تماس های اینطوری دلم میخواست من اینجا گوگل رو باز میکردم، مشکل امنیتی نمی بود و به شما نشون میدادم این الان از کجای جهان داشت این مرد صحبت میکرد. یعنی از توی قلب جنگل های نورستان در مرز پاکستان و افغانستان، در همون منطقه ای که این آتش سوزی های این جنگل ها هست و هسته های مقاومت هم شروع به کار کردن. انشالله که موفق باشن، انشالله که این صداها رو ما همیشه در این لایو های خودمون داشته باشیم و بتونیم اخبار دقیق و صریح رو برای شما منعکس بکنیم. خب من یک تماس سعی میکنم بگیرم با جناب آقای امین مسافر عزیز در پنجشیر. قبل از اینکه به آقای مسافر زنگ بزنم، من یک قولی داده بودم توی البته با بلخاب هم باید تماس بگیریم، ماجرای بلخاب رو توضیح میدم، بعدن تماس رو میگیریم. یک قولی داده بودم که یک تصویری، یک فیلمی از عامر صاحب احمد مسعود، یک فیلم تازه براتون پخش بکنم. یک بحثی رو عامر صاحب مسعود مطرح میکنه اونجا که خیلی مهمه، دلم میخواد دقیق گوش بدید. یک سوالی بود که من از ایشان پرسیدم و ایشان جواب دادن. من اینجا اون تصویر رو پخش میکنم، تلاش میکنم تا در انتهای لایف هم دوباره این تصویر تازه عامر صاحب مسعود رو پخش کنم. اولین بار هست داره پخش میشه، اینو عرض بکنم خدمتتون، برای اولین بار داره پخش میشه. و اونجا بحث شد راجع به این که این دوستان نخبه پشنون خوب هست که همکاریشون رو بیشتر بکنن و در کنار بقیه بیستن. و جناب عامر صاحب نکته رو مطرح کردن که بسیار محل توجه بود. حالا من تو خودم رو کشتی، همه اندرها پنچه رو کشتی. من اجازه میده تازم که واتسان کنیا بودا چه تو زده بشه. من مثلا مشکل انتهایی که مسجد تو هر میشه ما داریم اون کار میکنم، ما که نمیدیم سجد بزنیم. اینجا جایی که به نظر من تبایی نقطه پنچه رو بسر اگر درار وطنداری باشه، اگر درار
در واقع هموطنی باشه، باید اعلام موضع بکنن، خط خودشون رو از طالب جدا میکنن. من دیدم این دو نفرم نوشته بودن که آقا من عذرخواهی میکنم از اینکه اکثریت طالبان پشتو هستن و منتصب به خدمت. من خیلی خوشحال بودم از این کارشون. من یک باور دارم، یک چیزی هست که باید ما تنها پشتو نمیگیم، نخبه های تاجیک، نخبه های ازبر، نخبه های هزاره اکثریت مساکت هست. ما تنها پشتو نمیگیم، چرا سکوت میگیم؟ ببینیم چرا آمدین ارزش افغانستان وقت اما خواست مردم نمه به سطح پایین آوردیم که خواهش میکنیم اجازه بدیم ما تا مکتب. خب فردا طالب به فعل مکتب بازم باز چی؟ چرا سطح توقع مردم ما سطح اما حق مردم ما دقیق پایین کرد؟ مدرسه حق جزم هیچ کسی این دستش گرفتن. تو چرا میخوای که در حق نفس کشیدن رو مدرورتن ارزش بدیم؟ نیک اون ارزش پایین داشته باشه، نیک اون حق ابتدایی داشت او را باید داشته باشه، سر اون هیچ کسی نباید بحث کنه. باید بحث این باشه که من به مراتب حق عدالت، حق سخت در قدرت، حق به تبدیل نظام شهران محور، حق برابری و به تبدیل تمام گروه ها و مذاکر و اخبار باید ما حق توقع داریم. اگر ما به این مرمون پایین نگاه کنیم طالب نمیده و مرد نمیده که در تمام پایین رو روزی شد. خب میده که مکتب این فردا رو فردا باز چه؟ باز این رسانه ها آزادی بیان عدالت برابری هزار یک چیز دیگه بزرگ یک کمپاین دیگه شروع کرد. این اشتباه کلان است که متاسفانه مخبر من شد خدم من امروز یک ظلم آشکار بالای مردم افغانستان جدید و نمونهش مثلا شده اندراب و پیکر تخاب در کل جایی از ایچه بیشتر ما آمدیم تمام توجه رو بودیم به چادر زن. رو طالب چرا گفتی که چادر رو بود؟ خیلی خوب. فردا گفت که نباس آیا چادر از جان آدم کرد؟ چرا ما نمیم بگون سر رو برد؟ بگونم درست. اما از برای خود ایش خود جان و زندگی و هست و بود یک من به فرد بکر دیگه برد. چرا ما مثلا فکر نکنیم که چادر اهمیتش بالاتر از جان انسان حق زندگی انسان پس من باور نمیست شاید اکثریت طالب پشتون باشه اما اکثریت پشتون طالب من به آخر نمیست یک دو در قسمت نخبه ها شاید به نسبت دیگر احکام نخبه های پشتون ما یک مقدار ساکت تر باشه ولی باید فهم شد اما ما در این حال سر دامست دیگون باید فهم شد. ما باید به حیث یک مردم متحد و به حیث یک ترتیب مردم واحد صلاح من از هر طرف بخاطر از شما باید ببین دشمن از نفاق فایده می برسون مبارزه ما رو باید در چند محور خلاص آزادی افغانستان از تجاوز آشکار عدالت در افغانستان به خاطر برابری تمام اقوام به نفع ازبک هم از پشتون هم از تاجیک هم از هست هیچ وقت مبارزی نه بخاطر تنها تاجیک مبارزی من اونقدر برای تاجیک هست که بخاطر ازبک هم از هزارم از پشتوی چرا؟ چون مبارزی نه بخاطر عدالت هست عدالت برابری همه رقیه نه حقایی بیشتر در یک برابری نه مبارزی نه بخاطر دین دین است که اینه چیز هست دین است که اینجا به کنی هر روز شمیشه میدیم که در اون آگاهی از بیداری از اعتدال از شیر از نشتر از هنر از عشق از فرهنگ و همچنین مبارزه ما به خاطر یک افغانستان است که روش بتانیم در یک جامعه شهر از نفر آزاد من در همدیگه زندگی کنیم من عاشق نیستم که بتانم برم در خندان یک شش ماه خندان زندگی کنم و خدا عاشق این کسیم من عاشق نیستم که برم نورستان رو ببینم در روش زندگی کنم من عاشق این نیستم که یک شش ماه در هرات بگذرم من عاشق نیستم که یک سال در بدخشان بگذرم یک سال در فاریاب و جوزجان بگذرم عاشق کشور هستم اما این فرصت از من گرفت شد جنگ گرفت شد اما سبب تو من از چند نفرت دارم ای کاش به این نتیجه برسید به صلح واقعیه و ما از مشکل بودیم سنده باشید خدا رزیتان این هم از آن شبیه رو که حال رو که یکون شد منتظری سید خزان شد این هم از آن شبیه رو که حال رو کردیم تا
تاکه دیگر به هم بسر این تخته پایه ها باز دیگه بریم تا که بریم برمان رو صدا حضرت پاکنم سلامت و سخش باشیم ادعا میدیم. بله، حالا در ادامه این چهار پنج دقیقه دوباره بحث خواهم کرد و دوباره خواهید شنید. ویدیو یکم طولانی تر هم هست، چند تا دیگه از غزلهای حافظ رو عامر صاحب خوندن که اونها رو هم سعی میکنم به مرور در شبهای بعد براتون پخش بکنم. توی این لحظه من سعی میکنم تماس بگیرم با آقای امین مسافر و بعد از اون با جناب آقای قماندان جلی در برخواب. در برخواب اتفاقات عجیب غریبی داره میفته. اجازه بدید من با پنجشیر تماس بگیرم با آقای مسافر و بعد تلاش بکنم تا با برخواب و جناب آقای قماندان جلیل صحبت کنه. همین لحظه هم یه خبر به من رسید که امروز دو بار به قرارگاه کوهسار در شهرستان پریان در استان پنجشیر طالبان حمله کردند که هر دو بار حمله اونها عقب زده شده. از تلفات طرفین گزارشی ندادن، فقط گفتن که حملهشون موفقیت آمیز نبوده است. حالا آقای مسافر احتمالا میتونن اطلاعات کامل رو به ما از سنگرهای پنچی بدهند. امیدوارم مشکلی نباشه و ما بتونیم باشون صحبت بکنیم. در خدمت جناب آقای امین مسافر هستیم. دوستانی که از قبل با ما بودن این بزرگوار رو میشناسن، مستقیم از سنگرهای پنجشیر با ما صحبت میکنن و اخبار چهار پنج روز اخیری که خدمتشون نبودیم رو برای ما توضیح میدن. آقای مسافر خوش آمدید، ممنون از اینکه وقت میگذارید، خودتون رو به ساحه اینترنت میرسونید تو این شب، تو این وضع، با این خطرات و این گزارش ها رو میدید به ما. چه خبر بوده این چند روز در پنجشیر؟ میفرمایید. سلام بر شما جناب جعفریان صد و بر تمام بینندگان برنامه شما. امیدوار هستم که خوب سلامت باشید. جعفریان صد محترم، دقیقا روز چهارشنبه که طالبا به قرارگاه سارک حملات داشتن که از مسیر کوتل الله اکبر و از سایه چپ دارن، دیگر حمله اولشون هم به عقب داده شد از طرف ما و دوباره اون رو به تاکید قوا کردن و دوباره حمله کردن برای نیروی ما که خوشبختانه بازم دیگر حملهشون عقب داده شد که از صبح ساعت از 8 بجه که اون رو عملات خود آغاز کردن تا بعد از زور ادامه داشت که خوشبختانه اونا پیشتوی نداشتن بالای قرارگاه ما که دمو ساحه ملم خاک گلزنگر است، دیگه اونا مجبور شدن که عقب نشینی بکنن و دوباره بر بگردن که در این درگیری در حدود 15-16 نفر دیگه دشمن تلفات داشت و خوشبختانه که از طرف ما کدام آسیب بر ما نرسیده بود. و همچنان دیروز روز پنجشنبه دیگر دشمن بازم حملات داشت بالای قرارگاه چمار وقتا که او هم دمه ولسوالی رو خست از دو مسیر اونا حملات داشتن از ساحه کروشی و از همو ساحه رویاب که بازم خوشبختانه اینا نتونستن که پیشتوی داشته باشن و دیگر بزد حمله نیروهای ما قرار گرفتن و دیگر مجبور به عقب نشینی شدن که در این درگیری هم اونا در حدود 6 نفر تلفات داشتن و بازم خوشبختانه از طرف ما کدام آسیبی نرسیده از به طرف ما. و همچنان امروز بعد از شام، امروز روز جمعه بعد از شام که عملات دشمن داشتم و بالای قرارگاه کوهسار ولسوالی پریان ولایت پنجشیر
که در منطقه سرخشال و کوهسار که قرارگاه ما قرار داره و در اینجا تقریبا 2 ساعت جنگ بین ما و آنها ادامه داشت که ساعت 10 و 20 دقیقه بود که دوباره آنها جنگ متوقف ساختن از طرف خود دشمن که فعلا هم نیروهای ما دیگر آمادگی لازم داریم البته و آنها هم تصمیم دارن که تجدید قوا بکنن و دوباره حمله بکنن در این درگیری که به ما هیچ آسیبی نرسیده و از دشمن تاکنون احوال نداریم که بر از آنها تلفات رسیده یا نرسیده و در قسمت جنایات بشری از اینا بحث برسانم که شما در ویدیوهای مختلف دیده که بیش از 100 نفر از مسئولی سی اول پنشیر از خنجر و تانا دستگیر کردن که همه از آنها افراد غیر نظامی و مو افراد ملکی بودن که در منطقه زندگی میکردن و شغل آزاد داشتن اینا به جرم ازی که شما دیگر افراد جبهه مقاومت هستی و با نیروهای مقاومت شما ارتباط دارید اینا را همه شما دستگیر میکنن و میبرن در زندان پنشیر زندانی میکنن و همچنان در منطقه در ولسوالی پریان در منطقه اشتاکچر 5 نفر را بازداشت میکنن و دیگان ها را هم ببرن از آنها هم خبری نداریم و همچنان یک ویدیوی دیگه هم خیلی در صفحات اجتماعی شما دیده که وقت نشام شد یک کسی از منطقه ملسته ولسوالی بازاره که پنشیر آنها چند روز پیش دیگه بازداشت کردن که یک فردی بود که شام بازداشت داشت چوبانی میکرد و هیچ ارتباطی هم با نیروهای ما نداشت بعد از اینکه آنها او را بازداشت میکنن و تحت شکنجه قرار میگیرن و کفاخانه بسیار بستر روخه متاسفانه که به شهادت میرسه و به اثر یک مهلت گورشان و همچنان در ولسوالی آنهاوه دیروز یک جوان به نام حمیدالله دکاندار بود شغل آزاد داشت و یک نوع ارتباطی نداشت با کسی ما را هم بکنم دلایل بله صداتون دارم او را هم بازداشت میکنن و حمیدالله را هم فعلا در زندان دشتک و به زندانی است و در ضمن از او در ولسوالی نهرین ولایت بغلان به تعداد 20 چند نفر که در شب میرن میدان هم پیش کنم دوست خود پالتیری از او در بخاطر ما محفلی که داشتن بعد از اینکه بر میگردن میخند برن خواه خود در است بازرسی طالبا قرار میگیرن و اونا رو پایین میکنن برشان میخند که از طرف حکومت ما به شب گردی حرام است اینا را متاسفانه میشن و تیرباران میکنن. آقای مسافر عزیز، ما این خبر را از بغلان داشتیم ولی تعداد را کمتر داشتیم که اینها داشتن از یک عروسی یا از یک جشن تولد برمیگشتن و نیروهای سوازرسی و طالب اینها رو میگیره و همونجا کنار جاده همشون رو اعدام میکنه، تیرباران میکنه که شما شبگردی حرامه. تعدادشون 24 نفر بوده، همه رو تیرباران کردن؟ بله همون 24 نفر 25 نفر نمی تعداد بودن. بعد من خبرش خوندم که بعضی هستن هم زاران مهمان بودن، دوستان دیگری در اونجا مهمان بودن، 3 نفرشون، من اینجوری خوندم. یک خبرم داشتیم که نیروهای مقاومت در استان بغلان 3 نفر از طالبان اسیر کردن. خبر داریم شما در این باره تایید میکنید این خبر رو؟ مطلبتان نگرفتم. یک خبر داشتیم که نیروهای جبهه ملی مقاومت در استان بغلان 3 نفر از طالبان رو اسیر کردن. عرض کردم شما این خبر رو اطلاع دارید، تایید میکنید؟ دمو وقتی که در کوتل که بین ولسوالی نهرین و اندراب است، دمو جنگی که جریان داشت دیروز و پریروز دیگه یک تعدادی از طالبان را اسیر گرفته بودن و دوباره اونا را
دیگر رهایشان کردن. فعلا اونون از ما نیستن و تنها یک نفرشان که کشتنشان یکی از کمانانشان. درسته. یک شایعه امروز بود که در پنجشیر بعضی از گروه های طالبا دارن لباس های شبیه مجاهدین رو خریداری میکنن با همون پکول ها، حتی گفته شده که ریش خودشون رو کوتاه میکنن تا خودشون رو شبیه نیروهای مقاومت بکنن و نفوذ بکنن در داخل اونها. این خبر شما هم داشتین؟ بله بله، خبرم برای مورسی از امو جایی که اینا بود سرویس یک قسم بودی است که در با خیلی محصر است، چون خستگی پایم رفت همه سازا و یکی از بودایی است که خیلی خوب از یک گردی دیگر. البته از چاریکار و از کابل که گزارش های با مورسی کنها خیلی زیاد کرمج سرویس گرفتن و در زمین از پکول زیاد خریداری کردن و و هم سال از اینا دیگر از امی قرینه. البته معلوم میشه که اینا میخوان که همچه یک ترفند برای بندازن، چون اونا اگر تنها کرمچ سرویز بگیرن و پکول هم 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 کنن، معلوم میشه که اونا همچه یک ترفند روی دست گرفتن و امو به قیافه ظاهری را دیگر مطابق ما البته آراسته بکنن و دیگه بین ما نفوذ بکنن تا اینکه بتانن دیگه بیشتر مؤثریت داشته باشن. زنده باشید همینجا. اگه نکته ای باقی مونده بفرمایید، اگر من که خداحافظی میکنم از ایتون. سلامت باشید و خیر باشید. جعفر جان سفر جان سپاس. زنده باشید. مراقب خودتون باشید در پنجشیر. انشاءالله باز هم شما رو داشته باشیم و صداتون رو مخاطبای ما بشنوند. خدا نگهدارتون. خب دوستان من، شنیدید صدای جناب امین مسافر رو از سنگرهای پنجشیر با ما صحبت میکرد و نکاتی رو توضیح داد که شاید از هیچ جای دیگری و مرجع دیگری نتوانید بشنوید. ممنونم ازشون. اینها هر شب که بخوان با ما صحبت بکنن باید مسافت قابل توجهی راه رو جابجا بشن. اون دوستی که امشب از نورستان صحبت میکرد از بعد از ظهر با من هماهنگ کرده، اغراق نکنم، قریب 10 کیلومتر راه رو جابجا شده تا برسه به ساحلی که کیفیت اینترنت مناسب باشه و او بتونه چند دقیقه با شما صحبت بکنه. برای من عجیبه که دنیا این خبرها رو نمیشنوه و عجیبتر این که خب ما میبینیم میکشن، ناپدید میکنن، میبرن، نوامیس مردم رو میبرن، مالشون رو آتش میزنن، میکشن اونها رو روی سرک ها. دیدید اینها توی صف ایستادن که کمک از سازمان ملل بگیرن، با باتوم و شلنگ و به قول افغانستانی ها پایپ، با هر چی دستشون میاد اینا رو میزنن فقط برای که مرتب بشن. که یکی از این دوستان ما که رفته بود برای 800 افغانی حدود 24 هزار تومان، اگر 240 هزار تومان روز میخوام، هر افغانی حدود 2300 تومان هست، که اینو دریافت بکنه برای کمک، اینقدر کتک خورده بود که از حال رفته بود اونجا. بعد اتفاقی نمیفته، مردم ایستادن و تماشا میکنن و نمیدونم، یک پیمانه صبر اینها لبریز نمیشه. خب درباره بلخاب اتفاقات عجیب غریبی میفته. یک مولوی در بلخاب بود، تنها مولوی شیعه که به طالبا پیوست، از برادرای هزاره ما به نام جناب مولوی مهدی، در سقوط مناطق مرکزی افغانستان نقش بسزایی داشت، خیلی به طالبا کمک کرد تا استانهای مثل سرپال، مثل بامیان، مثل غور اینها رو تصرف کنه و در اختیار طالبا قرار بده. بعد از اینکه طالبا به قدرت رسیدن سمت چندانی به اون ندادن،
و یه مدتی مسئول بخش استخبارات استان بامیان بود. بعدم که اونجا دعوا شد طلبش کردن به کابل، در کابل هم سمتی بهش ندادن. بعد شبانه و یواشکی از کابل فرار کرد، رفت به بلخاب به محل بودوباش خودش، محل تولد خودش. اونجا نیروی مسلح زیادی داره، مردم ازش حمایت میکنن. طالبا به خاطر استفاده از معدن زغالسنگی که در اونجا هست، فرماندار طالبا برای بلخاب به او درگیر شد. گفته شد که 10-12 نفر کشته و زخمی شدن تو این درگیری. بعد فرماندار طالبا فرار کرد، با هلیکوپتر از بلخاب بردنشون رو به مزار شریف و آقای مهدی در بلخاب موند. حالا گفته میشه یک هیئتی از کابل داره میره به بلخاب تا در اونجا بین مولوی مهدی و امارت آشتی ایجاد کنه. معلوم نیست که آیا جنگ در بلخاب شروع میشه یا نه. حالا یه صحبتی من در این باره دارم، اما قبل از اون ما مستقیم با خود بلخاب تماس میگیریم و امیدواریم که بتونیم با این کیفیت اینترنت با جناب آقای قماندان جلیل در بلخاب صحبت کنیم. قبلا هم با ایشان صحبت کردیم. بلخاب جزء شهرستان‌های استان سرپل هست. استان سرپل از استان‌های تقریبا مرکزی متمایل به شمال افغانستان هست. اون زیارتگاه زید شهید هم که گفته میشه زیارتگاه اصلی اون هست، اون زیارتگاه زید شهید هم در این استان هست. ما قبلا خدمت جناب قماندان جلیل رسیدیم از بلخاب، شاید شما صدای ایشان رو در لایف‌های ما شنیده باشید. امشب هم در خدمتشون هستیم. قماندان صاحب خوش آمدید به جمع ما. السلام علیکم استاد صاحب جعفریان. زنده باشید، قربان شما. دوستانی که صدای ما رو میشنوند، مستقیم با بلخاب داریم صحبت میکنیم. خواهش میکنم که شیر بکنید ما رو در بین دوستان خودتون باشه که این اخباری رو که در هیچ جا نمیتونید بشنوید، انشاءالله از این لایف ها و این ارتباطات مستقیم بشنوید. جناب آقای قماندان جلیل، چه خبره در بلخاب؟ چه اتفاقی میفته؟ گفته شد که یک هیئتی از طرف امارات به ریاست آقای هاشمی جوادی اگر اشتباه نکنم و یک گروه دیگری آمدن به بامیان و حالا در مسیر بلخاب هستند. اطلاع دارید که اینها برای چی دارن میرن به بلخاب؟ موضع مولوی مهدی چی هست در بلخاب؟ آیا به بلخاب رسیدن؟ اینا رو بفرمایید تا من سوالای دیگر هم بپرسم ازتون. یک جان تشکر به همه شنونده ها و بیننده های پروگرام شما. سلام و احترامات خود تقدیم میکنم. یک مطلبی که بسیار ضروری است ایست که مولوی صاحب مهدی که برای پیروزی طالبا بسیار تلاش کرده بود و بسیار جنگ کرده بود، برادر خودش در این راه از دست داده بود، چرا این کار کرده و بین مولوی و امارت چی گپی به وجود آمده که بین اینا انفصال و جدایی شده؟ این رنجش به خاطر چیست؟ هیئتی آمده بود چند روز پیش به مرکز بلخاب، در او بازار مرکزی اونجا یک جلسه ای شد. مولوی موضع خودش اونجا بیان کرد، گفت که ما هیچ هزاره ای را در ادارات طالبان نمیبینم. وقتی که هیچ هزاره در هیچ ولایتی در هیچ ولسوالی حضور نداره و اینا از چوکات دولت تصفیه شدن، من نمیتونم بیام وظیفه بگیرم. من تنها اگر باشم به یک گل بهار نمیشه. حق اقوام دیگه در چوکات امارت تضمین نشده و من وظیفه در امارت اسلامی نمیگیرم. این گپ اصلی است که بین مولوی و بین امارت اختلاف شده یا شکرنجی شده یا فاصله شده. این اصل گپ است. باز اگر شما سوالای دیگه داشته باشین بگوید. آقای هاشمی ورخابی، درست میگم اسمشون؟ سید هاشم جوادی صاحب.
بله، آقای سید هاشم جوادی که حالا به نظر میرسه داره تلاش میکنه تا بین شیعیان افغانستان جایگاهی پیدا بکنه و ارتباط خوبی هم با امارت داره. ایشان با یک هیئت ظاهرا از کابل حرکت کردن و به بامیان رفتن و از اونجا عازم بلخاب هستن. کیا تو این هیئت شاملن؟ قصد چی دارن میرن؟ امیدی هست که بتونن کاری بکنن؟ بلخاب به خاطری که یک نقطه بسیار استراتژیک طبیعی است، راه‌های صعب العبور داره و بلخاب در مقاومت 20 چند سال پیش در کنار پنشیر مردانه استاد، نوج روسا توانستن بلخاب بگیرن در زمان تجاوز افغانستان و نه هم طالبا توانستن بگیرن. بلخاب یک نقطه بسیار حساس است. از این رو طالبا تلاش نکنن که قضیه مولوی را با گفتگو و با اعزام هیئت‌های حل و فصل بکنن. تا حال چندین هیئت از سایه سرپل و از سایه کابل و بامیان آمدن که اینا دست خالی برگشتن. اخیراً این جناب آقای حجت الاسلام سید هاشم جوادی که زادگاهش از بلخاب است و حدود 700-800 متری زادگاه علامه شهید سید اسماعیل بلخی از اون منطقه است، این را ماموریت دادن که بیا و مولوی را ببینه، دلجویی بکنه، شاید زمینه وصل مولوی را با طالبا فراهم بکنه. سید جوادی صاحب آمده بود در بامیان، اوجا علمای بامیان را جمع کرده بود، با اونا مشوره کرده بود، با والی بامیان گپ زده بود و او امشب وارد بلخاب شده، یعنی نزدیکای شام با 20 نفر وارد بلخاب شده که در این 20 نفر یک تعداد از بزرگان شیعه کابل است و یک تعداد از بامیان است، یک فکر میکنن 2 نفر یا 3 نفر از پشتونام هست. کلن اینا 20 نفر هستن، آمدن دالی ببینیم که چی میشه، نتیجه چی میشه. امشب اونا وارد بلخاب شده. قواندان صاحب، سابقه داره آمد و رفت این هیئت ها به بلخاب برای راضی کردن مولوی مهدی که سلاح رو بگذاره و به کابل برگرده؟ بله، هیئت زیاد آمده صاحب. از بامیان خود مولوی عبدالله سرحدی 2-3 دفعه آمد بلخاب، از کابل افرادی آمدن، از سایه ولایت سرپول هیئت هایی آمدن و همین چند روز پیش والی سرپول سران شیعه را اونجا جمع کرده بود، بزرگان هزاره را که برین بلخاب و این قضیه را حل بکنید و اگر ما اقدام به حمله مسلحانه کردیم باز فردا شما گلایه نداشته باشید. هیئت‌های زیادی آمده و این یکیش آقای جوادی است. قماندان صاحب، ترکیب جمعیتی بلخاب چطوره؟ همشون اغلب از هزارها و سادات هستند، سادات شیعه هستن اشعری؟ اینه برای تان ارز کنم که 9 ولایت در شمال رشته کوه هندوکوش است. 9 ولایت تنها نقطه اداری که 100% نفوس شیعه است بلخاب است. دیگه ما سایه دیگه نداریم. بلخاب کلن مردم فارسی زبان است، اکثر نفوسش هزاره است و بعد یک تعداد هم ما تاجیک داریم و سعید هستن که کلشان شیعه هستن. درسته، همون تاجیک ها هم شیعه هستن که اونجا هستن؟ اکثریت جمعیت مرکز ولسوالی بلخاب تاجیک هست. متوجه شدن. استاد بزرگوار، بفرمایید که با توجه به اینکه خودتون در منطقه هستین و میتونین در واقع عکس العمل مردم رو ببینین، مردم با مولای مهدی همراه هم؟ اکثر مردم رو میتونیم بگیم همراستن، چون مردم ما عملکرد طالبا رو دیدن که طالبا یک قوم زیاده خواستن و اینا اقوام دیگر قبول ندارن. وقتی که طالبا نمیتونن یک تاجیک سنی، یک ازبک سنی را در کنار خود داشته باشن، او خو یک هزاره و یک شیعه را هرگز نمیتونه. اما طوری که مثلا لوحه دانشگاه نمروز را نگیرن، او را پشتو درست میکنن، فارسی را برمیدارن، در حالتی که در نمروز
ما جمعیت پشتونی آنچنانه ای نداریم. فرمایشتون درسته. اگر که درگیری خدای نکرده اتفاق بیفته، تصورتون چیه؟ فکر میکنید ممکنه بقیه مناطق هزارجاد یا قماندانای اهل تشیعی که هستند یا هزاره هایی که هستند حرکتی از خودشون نشون بدن، یا فکر میکنید مولای مهدی تنها بمونه؟ اگر بلخاب تنها می بود و مولای مهدی تنها می بود، طالبا با این متانت عمل نمی کردن، هیئت ها را یکی پی دیگری روان نمی کردن، اینا سریع عملیات نکردن. اینا از این عراض دارن که اگر بلخاب به مقاومت به پیونده و مولای مهدی پرچم بالا بکنه، اکثریت مردم ایماق و ازبکا و تاجیکایی که در اون ساحه هستن، در ولسوالی آخکوپروک، در دریسوف پایین که اونا یک تعدادشون ازبک است، یک تعدادشون تاجیک است، در ولسوالی زاری، سنچارک، کوهستانات سرپول، اینا رانده شدن، تعدادشون خیلی سلا شده و به اینا مقامی ندادن و اینا گفتن که ما اشتباه کردیم، طالب شدیم. الان شما میدونید پیشنهاد آقای هاشمی که داره میره اونجا چی هست؟ آقای جوادی که داره میره، داره با چه پیشنهادی میره؟ میخواد چی بگه به آقای مولوی مهدی؟ میخواد چی بده که مولوی رو راضی بکنه به کابل برگرده؟ خبر ندارین شما؟ فکر میکنم نوید است، نوید همین که مولوی کابل بره، خب طبعا در کابل هم برش منصب نمتن، اموجه ممکنه که ایراد بندی کنن یا در زیر نظر داشته باشن. این خود نیرنگ است دیگه. پا اینجور مواقع قماندان صاحب، خیلی از مردم معمولا میگن که حالا مقاومت نشه جنگ میشه، کشته میشن، نمیدونم اموال منتج میشه. الان فصل برداشت محصول هم هست، داریم به تابستان نزدیک میشین. اینجا مردم در واقع نگران این نیستن که اگر این درگیری ها اتفاق بیفته، چون دفعات قبل هم بلخاب خیلی تاوان داد، خیلی شهید دادین شما، و واقعا اون منطقه یک منطقه هست که هیچ خانواده بی شهیدی توش نیست. مردم نگران این اتفاق نیستن، آمادگی گرفتن باهاش. یعنی یه جوری شده که دیگه از ستم طالب چنان به قول ایرانی ها به گلوشون و به خرخرشون رسیده که راضی شدن که اگر این اتفاق افتاد بهش تن بدن. وقتی که مردم احساس بکنن در این حکومت هیچ جایگاه ندارن، حق انسانی ندارن، حق شهروندی ندارن، طبعا انسان که دنبال خواسته خود باشه تاوان دادن داره، خون دادن داره، خساره مالی داره. مردم ما این را تجربه کردن. مردم ما خو در مکتب محسن پرورش پیدا کردن. وقتی که مادرها اینا به پای روزه می رفتن، اشتوکشان بغلشان بود، اینا برای امام حسین گریه میکردن، باز عشق اینا میرفت روی سینهشان و با شیر مادر مخلوط نشد، به دان اشتوکایشان میرفت. این فرهنگ آشورایی و حیات من نزد الله در خون و پوست مردم بلخا وجود داره. جناب قماندان جلیل، در مورد خود مولای مهدی صحبت کنیم. مصخایی میکنم اگر فکر کردید من دارم طولانی صحبت میکنم، هر موقع که میدونم اونجا چه وقت شب هست و برق نیست و مشکلات، و اما هر موقع احساس کردید زیادی دارم صحبت میکنم بفرمایید، من سوالاتم قطع میکنم. ولی سوالات مهمی برای من هست و اون اینه که خود مولوی مهدی که میگن در زندان دوره قرآن رو تموم کرده، و با توجه به اینکه سابقه خوبی نداشته ولی بعد میگن که دوره قرآن رو تموم کرده و اعتقاداتی پیدا کرده و نظرات متفاوت و بسیار مدرنی هم داشت، اینکه دخترها حتما باید تحصیل بکنن، نباید مدارس بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته باشه. الان وضعیت در بلخاب چطور؟ اون مدارس الان دایره مثلا در هیچ کجای افغانستان دخترها بالای صنف ششم درس نمیخونن. الان اون مدارس در بلخاب دایره، اونها دارن کلاس میرن. خود مولای مهدی از حیث اعتقادی چجوری برآورد میکنین شما؟ یک مقداری هم در این باره صحبت بکنید. اما یک کلام
جزی برتان عرض کنم که در بلخاب ما مشکل برق نداریم چون آب زیاد است. ما کلی من برق آبی بعد کافی داریم، میخوام یک مشکل نیست برتان عرض کنم. مسئله مولوی را ما بتانیم تشبیه بکنیم به حر ابن یزید ریاهی. ای خود در بند خانه خود قرآن یاد گرفته، حدیث یاد گرفته و فعلا در ادای نماز بسیار جدیسته، سر وقت میخوانه، با تمعنینه میخوانه، روزه خود نگیره. در رابطه با مکاتب برایتان عرض کنم که هنوز در بلخاب نیروهای طالب و نیروهای غیر بومی وجه نیامده و تسلطی نداره. مکتبای ما پسرانه دخترانه کلش مثل سابق فعال است، هیچ تغییراتی به وجود نیامده و مولوی صاحب حدود 5 یا 6 ماه پیش اوج یک سخنداری داشت در یک لیسه دخترانه و در اوج موضع خود رسما اعلام کرد که من از تحصیل شما حمایت میکنم. دوستان ایرانی که شاید با منطقه آشنا نباشید، شهرستانی در استان سرپل در مناطق مرکزی روی شمال، این تصور بکنید که بالای بامیان و پایین استان بلخ، در اینجا در منطقه شهرستانی هست در بین کوه ها به نام بلخاب در استان سرپل که دارن میفرمایند مدارس دخترانش اصلا تعطیل نشده. کسی که اونجا داره اداره میکنه به خاطری که به طالبان اجازه اینو نداده که این مدارس رو تعطیل بکنن و خودش هم نیروی مسلح به اندازه کافی داشته، اجازه نداده این قوانین متحجرانه اجرا بشه و حالا هم که طالبا باش درگیر شدن دارن هی هیئت میفرستن، نگران این هستن که او پرچم مقاومت رو بالا بکنه و اگر بالا بکنه ممکنه که بخش قابل توجهی از استان سرپل، مناطقی از استان سمنگان، بخش قابل توجهی از شمال درگیر این مسائل بشه و به مقاومت بپیونده. برای همین ممکنه که خیلی وعده های چرب و نرمی هم بدن به آقای مولوی مهدی، ولی همینطور که قماندان جلیل گفتن احتمالا ایشون رو اگر به کابل بیارن قطعا او رو زندانی خواهند کرد و بلایی که سر خیلی از مخالفین خودشون آوردن سر ایشان ها خواهند آورد. قماندان با توجه به اینکه شما خودتون باشنده بومی اونجا هستید، با وضعیت جغرافیایی که بلخاب داره که حالا میگین برقش مستقل بلخابی خودش تولید میکنه، سلاح‌های زیادی هم مولوی مهدی منتقل کرده اونجا، موقعیت سوق‌الجیشیش هم یک جوریه که دسترسی به اونجا آسان نیست. توی بعضی از مسیرها من بودم اونجا دیگه، چند تا تک تیرانداز بگذارید یک ستون نظامی رو میتونه متوقف بکنه. واقعا اگر ایشان پرچم مقاومت رو بلند بکنه، تصرف کردن بلخاب بسیار کار سختی خواهد بود، چه بسا از پنجشیر برای طالبا غرامت و تاوان بیشتری رو ایجاد بکنه. درست میگم؟ دقیق میگیم. یک مطلب دیگه که وجود داره ایست که ما در صف طالب هیچ نیروی دیگه نداریم، فقط اینمی مولوی بوده که اونم برگشته، دیگه ما نیرو نداریم. در پنجشیر خود نیروهای بومی هم هست که بحیث ستون پنجمی دشمن عمل میکنن. یعنی الان در بلخاب بعد از اینکه ولسوال زخمی شد با اون همراهشون با هلیکوپتر رفتن به مزار، الان هیچ نیروی دیگه در واقع متعهد به امارت و نیروی امارت و نیروی طالبان در بلخاب نیست، هر چه هست نیروهای تحت امر مولوی مهدی هست. درست میگم؟ خدمت شما عرض شد که همه ولسوال هم بومی بلخاب است، از تاجیکای مرکزی بلخاب است، ما رو میشناسم، خانوادهش هم نشنستم. بعد ولسوال زخمی نشده، برادرش زخمی شده. الان ولسوال در منطقه است یا رفت؟ ولسوال برادر خودم مزوان شفاخانه برده. درست. این که میگفتن یک کندک طالبا اونجا هست که نیروهای پشتون هستن و نیروهای خود طالب هستن و این شایعه بود؟ شش ماه پیش کماندان قلوردوی بلخ و والی سرپل تصویب کردن که اینا یک کندک نیروی غیر بومی را بیارن در بلخ و مستقر بخورن، ولی مولوی در امو آغاز مخالفت کرد و تا هنوز اونا جرأت نکردن نیروی بلخ بیارن. یک چیز دیگه که من برای من عرض کنم، در تاریخ
تاریخ بلخ و نوبهار بلخ وقتی ملاحظه بکنین اونجا مگر رودخانه باکترس یا همون باکتریا یا باختر و سرزمین مشرق آب بند امیر به سمت شمال حرکت میکنه و این میاد از بلخاب و از بلخاب عبور میکنه میره به مزار شریف. کلی ولایت بلخ و قسمت آخچه و اینجا را که شما بین شبرغان و مزار تردد کردن و رودخانه را در امون نزدیک سرای آخچه دیدین او انتهای آب است. این آب که وقتی نزدیک مزار میره اوجا به هجدانار تقسیم میشه به منطقه دیدادی. خدمت شما شد که بلخاب در شمال بامیان است و در جنوب سرپل با ولایت غور با فاریاب سرپل ولایت بلخ و سمنگان و بامیان مرز جغرافی داره. درسته. کماندانت پیشبینی خودتون چیه؟ من فکر میکنم که مسئله افغانستان مثل امو آتش زیر خاکستر است. مردم به ستو آمدن امی که یک بادی وزیدن بگیره و این خاکستر را ببره این آتش شعلور بشه و این طالبان ماندگار نخواهند بود. پیشبینی خودتون از وضعیت بلخاب این هیئتی که داره میاد گفتگوشون با مولوی مهدی و عاقبت بلخاب توی این تابستان چیه؟ فکر نکنم اینا به موافقت برسن. زنده باشید. خیلی خوب و منظم صحبت کردید. پاسخ‌هام خیلی موجز بود. خیلی از سوالا رو تونستیم بپرسیم. یک شب من خواهش میکنم مستقل شما علی تو صوتی بیاید. خیلی سوال الان من دریافت کردم که از شما بپرسم اما میگذارم برای شب دیگری. اگر خودتون گفتنی ندارید من خداحافظی میکنم. من تشکر میکنم شما با این پروگرام خوب و مردم روشنی میندازین، مردم در جریان قرار میدین. خداوند شما رو حفظ بکنه و خدمت همه شنوندگان شما هم احترامات خود را تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درست. خدا نگهدارتون باشه. در بلخاب مراقب خودتون باشین. انشالله که بتونیم دفعات بعد هم در خدمتون باشیم. خدا نگهدارتون. آمان. خدا شب خوش. خب دوستان من شنیدید صدای آقای قماندان جلیل رو از بلخاب. خیلی امشب خوب بود که ما هم تونستیم با نورستان صحبت کنیم در مشرقی در مرز پاکستان در مرکز با دوستان عزیزمون در بلخاب و در پنجشیر با سنگرهای مقاومت پنجشیر صحبت‌هایی شد که لازم بود و خیلی خیلی شب خوبی بود امشب. امیدوارم که ما این ارتباطمون با بلخاب بتونیم ادامه بدیم. من احساس میکنم بلخاب آبستن یک اتفاق هست. امیدوارم که هرچه هست به نفع مردم تمام بشه. امیدوارم که این هیئتی که داره میره یک راه حل داشته باشه مثل هیئت‌های قبلی نره به بلخاب و فقط یک پیشنهادهای غیر ممکن و غیر عملی ارائه بده. من یکی دو نکته دیگر رو عرض بکنم و بعد از اون اگر سوالاتی بود که من میتونستم پاسخ بدم سعی بکنم که سوالات رو جواب بدم، چون شب قول داده بودم که به پرسش‌های شما هم پاسخ بدم. من کنترل میکنم دوستان من. اگر پرسشی دارید خب دوستان نوشتن چرا با فلان شبکه در کانادا ارتباط نمیگیرید. دوستان من ما با انبوهی از مراکز افغانستانی هستن که یکی یکی نه تلفنی ازشون داریم نه ارتباطی داریم که اگر بخوایم هی با این یکی شبکه تماس بگیریم یکی ممکن جواب نده یکی استقبال نکنه. البته با این شبکه استثنا ما ارتباط داشتیم. یکی دو بار من دعوت شدم صحبت کردم بعد دیگه خب دعوتی صورت نگرفت و ارتباطی نشد. معمولا کسانی که رسانه ها را اداره میکنن بسیار سرشون شلوغه و نمیشه که
گلایه کرد ازشون که چرا پیام نمیدن یا چرا ارتباط نمیگیرن. درباره دادگاهی پرسیدن که آقای قماندان فصیحالدین کسی رو تیرباران میکنه، اون ویدیو رو من دیدم، تا اونجایی که من پرسیدم تایید شده بله اون قاتل خود آقای مولوی فصیحالدین هست و با تأسف این اتفاق رخ داده. در مورد اینکه گفتید این تصویری که از عامر صاحب احمد مسعود پخش شد، ما اینو دوباره پخش میکنیم براتون در انتهای لایو، به اینکه در یوتیوب بگذاریم اونو در یوتیوب خواهیم گذاشت حتما و منتشر خواهیم کرد. چشم، چون حرفهای مهمی میزنه اونجا عامر صاحب احمد مسعود، حرفهای مهمی میزنه. گفتن که چرا جنرال سمی سادات ازش خبری نیست. والا بعضی از اینها لزوماً در دسترس نیستن، مثلا من الان شماره تلفن همه این بزرگان رو دارم، از آقای دوستم تا آقای خلیلی تا آقای محقق، ولی خب لزوماً جواب نمیدن. اینکه شما بخواید اینها رو به لایو دعوت کنید یا سوالی ازشون بپرسید، پاسخگو نیستن. چرا کشورهای همسایه برای مقابله با طالبان ائتلاف ضد طالبانی تشکیل نمیدن؟ چون بعضی از اونها خودشون تمویل کننده طالبان هست. به طور مثال خب خود پاکستانی ها یک طرف هستن تو این ماجرا و کارشکنی میکنن، لذا کار آسانی نیست. اینکه هر روز سایه میشه فلان قماندان اسیر شده، یه روز میگن آقای سیفی اسیر شده، یه روز میگن آقای حسیب قوای مرکز اسیر شده یا زخمی شده، اینها شایعه است، حرفای فضای مجازی، جدی نگیرید، حتی سوال هم نکنید، چون وقت هم دیگر رو میگیریم و باعث دردسر. یکی پرسیده خونتون کجاست؟ آره دیگه کم مونده که همینو تقدیمتون بکنیم. خب اینکه اون کسی که فصیحالدین کشته کی بوده؟ خب یه گده میگن از نیروهای مقاومت بوده، یکی میگه کارمند سابق دولت بوده. حالا اطلاعات بیشتری ما پیدا کردیم تقدیمتون میکنیم. در مورد خبر پیوستن سخنگوی حکمتیار به مقاومت، اینکه گفته شده آیا این واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ بله واقعیت داره، این آقا پیوسته به نیروهای مقاومت، خود جبهه مقاومت هنوز در این زمینه اعلام نظر قطعی نکرده که این آدم آمده از خواستش چیه، چرا پیوسته به مقاومت، اما اصل خبر درسته. بله ایشان پیوسته است و حالا برای اینکه ببینیم ماجرا دقیقا چیه، هدف چی بوده، اینها رو باید منتظر بشیم تا ببینیم که دقیقا چه اتفاقی افتاده. یک سری خبرهای دیگری هم هست که من اینجا ثبت کرده بودم، بعضی هاشو امین جان گفتن، اینکه دارن از پنچیر دسته دسته این آدم ها رو میبرن. شما دیدید 120 تا 130 تا توی این خودروهای نظامی سوار میکنن و اینها رو خدا میدونه به کجا منتقل میکنن، چوپان رو میگیرن میکشن، دکاندار رو میکشن. بعد با چه وضعی اون چوپان رو، فیلمش رو پنشیر نیوز گذاشته، برید ببینید بدن این آدم رو مثل زغال سیاه کردن از بس که اینو زدن و زیر کتک مرده، شهید شده. نمیدونم، خیلی عجیبه که هیچ کسی چی نمیگه، خیلی عجیبه که هیچ کسی چیه، یعنی سر شدن رسانه های ما، روشنفکرهای ما، احمد آج احمد مسعود، عامر صاحب احمد مسعود خیلی خوب گفت، گفت آقا فقط روشنفکرهای پشتون نیستن، روشنفکرهای ازبک،
فارسی زبان هزاره ها آقا هر روز دارن میکوشن میبرن. یک کاری بکنین، یک نمیدونم در همین حدی که اینها رو منظم منتشر بکنید، پایین خبرها بمونید. بعضی از این دوستان فکر میکنن وسط بازی کنن، یه بار از طالب تعریف بکنن، یه بار از مقاومت تعریف بکنن. این کار درستیه؟ این میشه مثلا همون امر بلدن، امر اینه که مولا علی علیه السلام میگفت آقا قدم زدن بین حق و باطل که این که نمیشه میانه روی، که این میشه پدر سوختگی. شما باید بین این دوتا یکی رو انتخاب بکنی. یه روز از طالب تعریف میکنن، بعد میگن نه طالبا نه اونقدر خوبن که این تطهیر کنندگان میگن، نه اونقدر بدن که جبهه مقاومت و جعفریان میده. چقدر بدن؟ برو بدن اون بابا رو ببین که چه جوریه، چه بلایی سرش آوردن. یک عده دختر رو از بامیان بردن. امروز من یه خبر داشتم، بذارید پیدا بکنم، خدا شاهد من نمیدونم. این خبرها رو که میبینم پیر میشن، پیر پیر میشن. یک خبر بود که آقا در بامیان این خانم هایی رو که دستگیر کردن بعد از ماجرای مزار، ماجرای مزار رو که خبر دارید چه بلایی سر این دخترهای مزاری آوردن، 40 تاشون رو گرفتن و اینها رو 60 تاشون رو گرفتن، 40 تاشون رو بردن، ناپدید کردن. شکنجه های وحشتناک، تجاوز های گروهی، شکنجه با شیوه های قرون وسطایی، بس کردن شوک به بدن اینها. بعد هم که جنازه 10 نفرشون رو در اطراف مزار شریف پیدا کردن، 7-8 تن رو آزاد کردن که خودکشی کردن اونها. یه تعدادشون هم که الان بیمار روانی شدن، معلوم نیست چه بلاهای سر اینها آوردن که اینها دیوانه شدن، در تیمارستان هم الان. و در دنیا فقط ایندیپندنت یه گزارش جزئی از این ماجرا نوشت و خلاص. حتی خانواده های اونها درباره این دخترها حرف نزدن به سبب هنجارها و انعنات و رسم و رسوماتی که در افغانستان هست. یکی از خانم ها برای من یه مطلب فرستاده بود که امروز خبری از بامیان شنیده که خانم های زیادی اونجا در بندن در ساختمان حقوق بشر و همسایه های این ساختمان میگن شبانه صدای جیغ و داد و شکنجه های زنان رو میشنون که فریاد میکشن و کمک میخوان. یه تعدادی از این دخترهای بامیانی رو میگن انتقال دادن به میدان وردک. میگه اونجا هر شب صدای فریاد اینها میاد که اینها به ما تجاوز میکنن، اینها ما رو شکنجه میدن توی سکوت شب. و چند نفر هم که خواستن برن به اون ساختمان نزدیک بشن، جویای احوال اینها بشن، بهشون اخطار داده شده که کسی حق نزدیک شدن نداره و نگهبان‌ها شلیک میکنن، میکشن کسی رو که بخواد نزدیک بشه. بسیاری از خانواده هایی هستن که دخترهاشون گم شده توی اون منطقه و بعد اجساد اینها رو پیدا کردن، چهره اونها رو چنان شکنجه کردن که قابل شناسایی نبودن و هی بردن. بعضی هاشون به خود طالبات تحویل دادن، گفتن یه پیرزن بی کس و کاری بوده، زنی بوده، جنازه شما پیدا کردیم. آخه اینا نوابیسش نیستن. شما میدونید بامیان کجاست؟ غیرت ندارید شما؟ 1% فکر کنید این اخبار درسته؟ چجوری میخوابید شبا؟ مرادم مشخصا با همونهاییه که هنوز ارتباط با طالب رو ول نمی کنن. طالب رو به خاطر این رفتارهای وحشیانه است بازخواست نمی کنن. چتونه در مورد دوستانی که پرسیده بودن در مورد جنرال سادات که من گفتم خبر ندارن، یکی از دوستان یک پیامی فرستادن، گفتن که ایشان داره تلاش میکنه که با نیروی مقاومت، جبهه مقاومت ملی هماهنگ بشه
و بپیونده به مقاومتگران، ظاهرا گفتگوها و ارتباطاتی صورت داره میگه. گفته شده که در تاجیکستان هستن تا این ارتباط به نهایت برسه و این در واقع الحاق به تعبیر دوستان نظامی ایرانی بین نیروهای ایشان و مجموعه مقاومت صورت بگیره. یک خبر دیگه هم داریم که روز جمعه در استان زابل در مسیر جاده کابل به قندهار مقاومتگران یک حمله چریکی کردند توی مسیر جاده شاهراه کابل به قندهار نزدیک روستای اسپین قبرک در استان زابل، و یکی از فرماندهان ارشد طالبان رو به نام عمر خطاب، ایشان رو با 8 تن از افرادش کشتن و 3 نفر از اونها هم زخمی شده. 2 ماشین نظامی از نوع رنجر اونها هم منفجر شده، از بین رفته و زنده باشن بچه های مقاومت از هر گروهی در هر کجا که هستن، نفسشون گرم و انشالله که همراه با گرم شدن هوا این حملات شدت پیدا بکنه و مردم انشالله تن ندن به این وضعیت. یعنی اخبار که آدم میخونه، فیلم ها رو که میبینه، یکی از این دوستان من که میگم خودش رفته بود در یکی از این مجموعه ها کمک بگیره، این تصویر پرستاده من میدیدم چنان با شلنگ با قنداق اسلحه زن و بچه و پیر مرد و عذر میخوام این عنوان رو به کار میبرم، این ناجوان مردا، این جنایتکارای طالب مثل حیوان اینا رو میزدن فقط به خاطر برو تو صف، و شاید اصلا بعضی از اینها میمیرن با این ضرباتی که میکنن. کافیه یه قنداق کلاشینکوف بخوره توی شقیقه یکی از این پیرمرد، یکی از این کودکان، میمیره طرف، و اینها همه واسه هم نگاه میکنن. یا یک خانمی رو مثلا میگیره طالب، 4 نفری دارن اینو میزنن، 100 تا مرد ایستادن تماشا میکنن. چرا اینجوریه؟ دیگه باید به کجا برسه دیگه؟ اون شب که آقای شیفتای اینجا صحبت از قیام کرد، من صدام از جای گرم در نمیاد، من فقط اینو دارم میگم آقا شما خوب باشی با اینا میکشنه. دیدین که سرنوشت اون آقای مختوم عالم رو در فاریاب، سرنوشت صلاح الدین ایوبی رو، سرنوشت خیلی از اون طالبای بدخشان، اینا از خودشون بودن، اصلا طالب بودن، دیدین چه بلایی سرشون بود. سرنوشت مولوی مهدی رو دیدین، 2-3 تا استان رو مولوی مهدی آزاد کرد برای طالبان، حالا میخوان بکشنش. اینا شما رو میکشن حالا امروز یا فردا، این که میکشه تو رو، پس چرا میذاری تأخیرت کنه؟ یکی خلاصه میاد سراغ نوامیس تو. امروز پنجشیر و اندراب، تخار، بلخا، فردا هرات، فردا بامیان، فردا زابل. آقا یک اتفاقی باید بیفته، هرچی این کشدار بشه ادامه پیدا بکنه، جوانهای شما رو بیشتر میکشن و شما توان مقاومت خودتون رو از دست میدید. من یک بار دیگه تصویر کماندان صاحب، عذر میخوام، تصویر عامل صاحب احمد مسعود رو خدمتتون نشون میدم و بعد خداحافظی میکنم ازتون. این تصویری هم که براتون نشون دادم که حدود 130 نفر رو اینا پیاده میکنن و همینطور فخش هم میدن به زبان پشتو. شما فکر کنید توی دره پنجشیر، دره که نامش در شاهنامه اومده، جزء مناطق جغرافیایی شاهنامه است، دیگر پنجشیر و در بامیان، و یه جورایی
جز مناطق اولیه فارسوان ها بوده، یه آدم آمدن اونجا که حرف زدن به زبان فارسی رو جرم میدونن. در هرات دیدین دیگه، اون امام جمعه شون خودش که خودش نفر اول طالبا بود توی مسئله جنگ، اون دیگه به زبان اومده، اون آدم دیگه داره گلایه میکنه و اینها دارن دست دست اینها رو میگیرن، زندانی میکنن، میکشن، دفن میکنن، هیچ خبر نمیشه. بچه 12 ساله رو چون پا رو سر مزرعه میکشه، جسد چون میندازه توی مزرعهش و هیچ کس نیفهمه که اصلا چی به چیه، چه اتفاقی افتاده، چرا کشته شده این آدم. این همه سال هی هزاره ها رو خل سلا کردی، هی گفتید اینا جاسوس ایران هم. هی گفتید اینا مزد بگیرن. خب گفتید تروریستن، فاطمیونن. حالا فهمیدید چرا اینا رو میگفتن؟ چون خل سلاحش میکنن، امروز هر بلایی میخوان سرشون بیاد. اون احمق هایی که این حرف ها رو باور میکردن الان هزاره چجوری از خودش دفاع؟ یک نفر اون آقای مولای مهدی که تونسته 4 تا اسلحه جمع بکنه، این تمام امارات به وحشت افتاده. اگر هزار جاد مسلح بود این اتفاق می افتاد؟ این وضع به وجود می اومد؟ از اون طرف از غزنی خبر می رسه که طالبا به دفتر 2 تا از مراجع تقلید شیعه حمله کردن، آیت الله محقق کابلی و آیت الله فیاض. اینا به دفاتر این 2 تا مرجع تقلید شیعیان در غزنی حمله کردن، بازرسی بسیار بیادبانه و وحشیانه، بنرها رو پاره کردن، اوراق مذهبی رو پاره کردن. دوستان من، عزیزانی که مرتبطن با مراجع تقلید، اینجا دیگه پای آبروی مرجعیت شیعه در میانه. اینجاها چرا عکس العمل نشون نمیده؟ الان همین خبر چرا رسانه‌های ایران کار نکردن؟ شما یک حرفی خلاف میلتون زده میشه در مورد یک مرجع تقلید، آسمون به زمین میاری که آقا شأن مرجعیت مخدوش شد. آقا این شأن مرجعیت نیست. طالب توی غزنی ریخته 2 تا دفتر مرجعیت شیعه رو به طور وحشیانه، بنرار پاره کنه، اوراق مذهبی رو پاره بکنه، بریزه بیرون همه رو. اینا شأن مرجعیت نیست؟ اینجا دیگه برای شما مرجعیت مهم نیست؟ حیرون میمونه که آدم چی بگه بعضی وقتا. خدا قسم بگذاریم من این تصویر مربوط به عامل صاحب احمد نصر رو دوباره براتون پخش میکنم. چشم، در یوتیوب هم میگذاریم. اینا صحبت های بسیار مهم به اینجا میکنه عامل صاحب مسعود. خواهش میکنم که دقت بکنید. یه گفتگوی بین ما شکل گرفت اون شب که ایشان باز میکنه این گفتگو رو. تو کار ما رو کشتی، همه اندرام پنشی رو کشتی. بعد اجازه میده طالب که واکسن کنیم و بچه تو زده بیده. بعد مثلا مشکل انتحاری مساجه تو هر میشه. ما در این کار میکنم ما که نهیم میکنم سر جان بزنیم میتونم. اینجا جایی که به نظر من طبعی نقطه کشتی میشه و سر اگر درار وطنداری باشه، اگر درار در واقع هموطنی باشه، باید اعلان موضع بکنن. خط خودشون رو از طالب جدا میکنم. من دیدم که 2 نفرم درشته بودن که آقا من نسخایی میکنم از اینکه اکثریت طالب ها پشتو هستن و منتصب به خدمت. من خیلی خوشم بودم از این کارشون. من باور دارم یک چیز است که باید ما تنها پشتون نمی کنیم. نخبه های تاجیک، نخبه های ازبک، نخبه های هزاره اکثریت مساکت است. ما تنها پشتون نمی کنیم. چرا سبوت کنیم؟ ببینیم چرا آمدین ارزش افغانستان وقت اما خواست مردم رو می کنیم و سختی پایین رو بودیم که خواهش میکنیم اجازه بدیم ما تا مکتب. خب فردا طالب به فعل مکتب بازه باز بشیم. چرا سطح توقع مردم ما، سطح حق مردم ما دقیقه پایین بیاریم؟
مدرسه حق جاست، هیچ کسی دستش گرفتن. تو چرا میخوای که در حق نفس کشیدن رو مدرسه پرزش بده؟ نیکن ارزش پایین داشته باشه، نیکن اون حق اطلاعی دست اون رو باید داشته باشه، سر اون هیچ کسی نباید بحث میکن. باید بحث این باشه که ما مراتب حق عدالت، حق صحبه در قدرت، حق بهتری نظام شهران محور، حق برابری و بهتری تمام گروه ها و مساکل و احکام باید ما حق طرف بدادم. اگر ما بیم از اون پایین نگاه کنیم، طالب نگیدم و من نگیره که در طور راضیشه، خب میگه که مکتب این فردا رو پرداز کن. درست شد؟ باز این رسانه ها آزادی بیان، عدالت، برابری، هزار یک چیز دیگه بزرگ یک کمپاین دیگه شروع میکنه. این اشتباه کلانی است که متاسفانه میخواهیم انجام خدم ببرد. امروز یک ظلم آشکار بالای مردم افغانستان جدید و نمونش مثلا شده اندارا و پیشی انتخاب در کل جای از ایشه بیشتر. ما آمدیم تمام توجه رو بودیم به چادر عنوان که او طالب چرا گفتی که چادر رو بود؟ خیلی خوب، فردا گفت که نباس آیا چادر از جان آدم کرده من دیدن؟ چرا من نمیم بگیم سر رو بگم؟ بکنم درست، اما از برای خود ایش خود جان و زندگی و هست و بود یک من یک فرد بکردیم من. چرا ما مثلا فکر نکنیم که چادر اهمیتش بالاتر از جان انسان، حق زندگی انسان است؟ پس ما باور نیست. شاید اکثریت طالب پشتون باشه، اما اکثریت پشتون طالب ما به این باور نیست. یعنی در قسمت نخبه ها شاید به نسبت دیگر اقوام نخبه های پشتون ما یک مقدار ساکت تر باید باید فهم شد، اما ما در این حال سر دباس دیگران باید فهم شد. ما باید به حیثی یک مردم متحد و به حیثی یک ترتیب مردم واحد صلاح من از حد دارم بخاطر از شما باید ببین دشمن از این نفاق فایده من برده شد. مبارزه ما رو باید در چند محور خلاص آزادی افغانستان از تجاوز آشکار، عدالت در افغانستان به خاطر برادری تمام اخوان که به نفع ازبک هم از پشتون هم از تاجیک هم از فرسان هست. هیچ وقت مبارزه ما به خاطر تمام تاجیک، مبارزه ما اونقدر برای تاجیک است که به خاطر ازبک هم از هزارم از پشتون. چرا؟ چون مبارزه به خاطر عدالت است. عدالت برابری همه رو نه حقایی بیشتر در یک برابری نه هم مبارزه ما به خاطر دین است که این چیزو است دینیست که میشه بکنیم امروز شمیشه میدید که در اون آدوری هست، بیدوری هست، اعتدار هست، شیر هست، عشق هست، هنر هست، عشق هست، فرهنگ هست. و همچنین مبارزه ما به خاطر یک افغانستان است که در اونجا بتانیم در یک جامعه شهران نفر آزار من در که مردم زندگی کنیم. من عاشق نیستم که بتانم برام در خندار شش ماه خندار زندگی و خدا عاشق نیستم. من عاشق هستم که برم گلستان رو ببینم در اونجا زندگی کنم. من عاشق این هستم که یک شش ماه در هرات بگذرم. من عاشق هستم که یک سال در بدخشان بگذرم، یک سال در فرقی و فاریاب و جوزجان بگذرم. من عاشق کشورم هستم. اما این فرصت از من گرفته شده، جمع گرفته شده. اما سبیه که من از چند نفر دارم این کاش به این نتیجه برسیم که صبح باقیه و ما از مشکل بازم. سلام باشید. خدا رزیزتان. این هم از آن کبیری رو که ها رو کردیم. خدا سید خزان این هم از آن شبی رو که ها رو کردیم. تا که دیگر به هم بسر این اختفاق ها. باز دیگه پیمون تا که بریم. خدا رزیزتان. خدا رزیزتان. سلامت و سخش باشید. یک دعا بزنید. بله. این به تازگی ضبط شده این ویدیو و من میدم به دوستان فنیمون که فردا شب در یوتیوب بگذارم. خواهش میکنم که یوتیوب ما رو شیر بکنید، کمک بکنید بیشتر دیده بشه. سه چهار نفریم دیگه که این صدا رو داریم میکشیم، زنده نگه داشتیم و کمکمون کنید دیده بشه. یه نکته ای را بگم، خیلی از دوستان هی پیام داده بودن که شما رو حساب بدید ما اینقدر میخوایم بریزیم. استاد دوستان من،
ما با وجودی که واقعا گیر مسائل مالی هستیم، اگر که بخوایم با شماره حساب و کمک جمع کمک اداره بکنیم وبسایت رو و کارهایی که داریم انجام میدیم، ترجیح میدیم نکنیم این کار. ما هنوز امیدواریم که یکی پیدا بشه. خیلی دلمون میخواد یه تلویزیون اینترنتی بتونیم برای بچه های مقاومت درست بکنیم. خیلی دلمون میخواد کار رو گسترش بدیم. دلمون میخواد، امیدوار هستیم یه کسی پیدا بشه. این همه تاجرهای شگفت‌انگیز داره افغانستان که باورمند مقامات هم هستن، این همه مقامات صادق که خدا میدونه چه رقمهای نجومی را از افغانستان بردن. اینها یک قطره اگر که در این زمینه سرمایه گذاری بکنن، نیاز به منت کشی و نیاز به کمک خواستن از هیچ کسی نیست. وگرنه که خب ما نمیتونیم اداره بکنیم. ما با حقوق 8-9 میلیون تومان با این اوضاعی که در ایران هست الان تو زندگی خودمون موندیم. همین مقدار که داریم وقت میگذاریم و کار نمی کنیم، از در واقع کار که کار ثابت از قبل بوده که حالا شما حقوق به قول افغان ها تقاعد به قول ایرانی ها بازنشستگیشو میگیرید، باید یه کار دومی داشته باشی تا بتونی زندگی تو بچرخه. اگر اون کار رو نمی کنیم، صرف این می کنیم، همین خودش صرف وقت و هزینه است. بیشتر از این از ما ساخته نیست. امیدواریم برای روزی که بتونیم یک کسی رو پیدا بکنیم که ارزش این کارها رو بفهمه، پشت سر ما بیسته و کمکمون بکنه. دوستانی راههایی رو پیشنهاد کردن، مستلزم داشتن نیروی بیشتر، فعالیت بیشتر، کمک دیگران به ما هست، کمک انسانی میگم ما تو این بخش. در هر حال این وجوه ما فعلا جمع نمی کنیم. آقا یکی نامه میده، پیام میده، آقا من مثلا از فلان شهر میخوام 500,000 تومان کمک بکنم، یا از مثلا فلان قسمت نمیدونم 1,000,000 تومان میخوام کمک بکنم. جمع نمی کنیم. ما کمک های اینطوری رو فعلا جمع آوری نمی کنیم. اگر راهی باز شد و در حال فکر کردیم، ارتباط طور دیگری تعریف شد، شاید روزی به اینجا برسه که البته بعید میدونم. من فکر میکنم ما تعطیل بکنیم اما به همچین مرحله نرسیم. امیدوارم هر کجای جهان هستید شب و روز خوشی داشته باشید. تا لایوی دیگر، گفتگوی دیگر، درودی دیگر، ملاقاتی دیگر باهاتون خداحافظی میکنم. من فقط توی آخرین لحظه ببینم که دوستان خبر جدیدی نفرستاده باشن، که اگر فرستادن در آخرین لحظه من اون خبرها رو هم براتون بگم. یادونه خبر خاصی نیست. سوالات رو هم که در حدی که تونستم جواب دادم. اگر سوالات جدیدی هم اومده دیگه آخر وقته. گفتن چرا از خود عامر صاحب دعوت نمی کنید؟ انشالله همچین قصدی داریم، اون کار رو هم می کنیم. گفتن چرا قماندان شمشیر جنگ نمی کنه؟ جنگیدن تو مناطق هزارزیاد دوستان کار ساده نیست، چون تمام این مردم رو خل سلاح کرد. همون موقع به اتهامی که اینا فاطمیونن، اینا فلانن، بعدی از همون دولت مردای دولت سابقن که خدا ازشون نگذره، خائنی میبودن، همکاری کردن. قماندان شمشیر چی کار بکنه؟ اگر شما با 4 تا کلاشینکوف فردا مرمیات هم تموم شد، باید چی کار بکنید؟ اینا توی یک منطقه کوهستانی مرتفع وسط افغانستان. در هر حال امیدوارم یک شب خود قماندان صاحب بیاد به اینجا و توضیح بده که ماجرا چی هست. گفته شده آیا آقای قیصاری با طالبان پیوسته؟ نه، نپیوسته. تو اونجایی که من میدونم دروغ این خبر. چرا چریکی جنگ میکنن؟ در حملات چریکی دوستان من شما نیاز به مهمات کمتری داری، به سرعت میتونی جاتو تغییر بدی، هزینه هات کمتره، مجروح و شهیدت کمتره، تلفاتت بسیار کمتره و
پرسیدن بلخاب جز به کدام استان چند بار گفته شد؟ استان سرپل. در واقع دیدار رئیس جمهور ایران و تاجیکستان، ما امیدواریم ملاقات هایی که آقای رحمانوف در تهران با رهبری انقلاب و با آقای رئیسی رئیس جمهور ایران داشت باعث بشه که جبهه مقاومت و بچه های مقاومتگر بتونن توی هر دو کشور یه نفسی بکشن، یه کمکی بهشون بشه. یک خبر مهمی هم بود، اینو یادم رفت، من رفتم توی اینو بگم و بعد خداحافظی بکنم. یک خبری اومده بود از استان کاپیسا که اونو گفتم، البته یه مرد کشاورز رو 5 روز پیش به اتهام داشتن اسلحه دستگیر کرده بودن در استان کاپیسا، باز این یکی دیگه است. اینقدر اینا زیاده که ما دیگه نمیگیم و بعد بر اثر شکنجه کشته شد این آدم. این خبر دنبالش بودم که براتون بخونم. عبدالمحمد طاهری، رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی ایران در کابل، میگوید اسنادی وجود دارد که نشان میدهد شبکه القاعده در حال مدیریت طالبان است. یعنی اینکه در حقیقت افغانستان رو طالبان اداره نمی کنند، بلکه القاعده اداره می کنند. این آقای عبدالمحمد طاهری، رایزن فرهنگی پیشین جمهوری اسلامی ایران در کابل، گفته. آقای طاهری همچنین از افکار رادیکال گفته طالبا پیروی میکنند و گفته اگه تغییری در دولت امریکا بیاد ممکنه وضعیت افغانستان نیز تغییر کنه. آقا منم رایزن فرهنگی پیشین ایران در افغانستانم، دارم به شما میگم طالب رو بگید تاعش. طالب و داعش هیچ اختلاف جدی با هم ندارند. روزی این رو خواهید فهمید که نه تنها مردم افغانستان، که خود ما مردم ایران به ویژه مناطق جغرافیایی و شهرهای شرقی ایران و استانهای شرقی ایران تاوان سنگینی برای این دیر فهمی شما دادند. ما هم رایزن فرهنگی بودیم دو دوره در اینجا. خیلی از این مهمانهایی که میاریم، صحبتهایی که میکنیم، من خودم خیلی بهتر اونها رو میدونم و پاسخها رو میدونم. فقط اینها رو میارم این تنوع ایجاد بشه، شما همین حرف رو از گلوهای مختلف، حنجره‌های مختلف و صداهای مختلف بشه. اینها میان تا شما تنوع دیدگاه ها رو ببینید. لزومن هم دیدید که حالا از گروه های مختلف همینجا طالب هم آوردیم حرف زد. سعی میکنیم که با موضوعات مختلف، با آدم‌های مختلف و مهمان‌های مختلف در خدمتتون باشیم. امیدوارم این وضعیت ادامه پیدا بکنه، بتونیم یک قطره جای این دریای خالی رسانه‌ها رو در ایران و دنیا با این لایف‌ها پر کنیم. با کمک شما، اگه ما رو معرفی نکنید، هر روز این چراغ نورش کم فروختر میشه. شبتون بخیر باشه، دوباره خداحافظی می‌کنم. به امان خدا در هر کجای دنیا که هستید، تا درود دیگر، بدرود، خدا نگهدار.